شماره آزاد کن پاره کن بندارا بریز 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 شماره آزاد کن پاره کن بندارا بریز 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 آمنه شماره آزاد بشی از هر چیزی به خدا اعلام کن پاره کن بندهایم پاره کن بندهای اسارت هم رو ای پدر در نام مسیح عیسی پاره کن تمام زنجیرهایی رو که به شکل دودی بر روی آتش جان و زندگی ما رو به اسارت گرفته و اجازه نمیده جسم ما آزاد شه در نام تو امروز به صلیب تو که خون تو از آسمان حیات ابدی و آزادی رو آورده در فک شیطان فرو میکنیم و خاموشش میکنیم در نام عیسی مسیح صدای شیطان رو خاموش میکنیم در زندگی در نام پرجلال عیسی مسیح مسیح خداوند قوت شیطان که دروغگوی بزرگ و حرفای تماما تلخ اوست رو به نام عیسی مسیح اگر ایمان داری و هر آن کسی که ایمان داره به صلیبی که او روش به اراده آزاد خواست خونش جاریشه چون شمشیری فرو میکنیم به فک شیطان بران که در جان و جسم تو خاموش بشه و صداش بسته بشه به نام عیسی مسیح در نام پرجلال عیسی مسیح آزادی رو اعلام میکنیم برای تمام آزاد دلان عشق رو اعلام میکنیم برای تمام عاشقان برکت رو اعلام میکنیم برای تمامی فرزندان خداوند و تک تک مخلوقات خداوند و انسانهایی که به شباهت خدا خلق شدن و نقشه خداوند آزادیه برکت رو بر همه اعلام میکنیم بینایی رو در مسیح شنوایی رو در عیسی به نام الهیم از پدر ما که در آسمان من هستم آن که هستن میطلبیم به نام عیسی مسیح در هر نقطه زندگیت که هستی زانوی دعا دست برافراشته قلب باز قلب برکت تو را آزادت میکنه آرامی خداوند بر تو جاری میشه خدا میخواد آرامش خودش رو به تو بده قلبت رو باز کن فکرات رو خاموش کن قلبت رو باز کن اجازه بده قلبتو با عشق به مخلوق عشقی که مانند مخلوق به خالق خودش داره عشقی که مانند فرزند به پدر خودش داره قلبتو جستجو کنه پدر نهانبین رو و پدر نهانبین هر وقت جستجوگر رو ببینه به او پاسخ میده و خودش رو به او ظاهر خواهد کرد خدا میگه من خودم رو به تو ظاهر میکنم در انجیل یوحنا باب 14 آیه 21 خدا میگه با قلب عاشق سراغ من رو بگیر با قلب عاشق من رو به طلب و من خودم رو بر تو ظاهر خواهم کرد میگه اگه قلبت عاشقانه من رو جستجو کنه در درون خودت در درون قلبت نه افکارت قلبت من خودم رو به تو ظاهر خواهم کرد
نه به خاطر تمام چیزایی که بلدی یا همه چیزایی که بلد نیستی. قلب عاشق ربطی به بلد بودن کتاب مقدس و راه‌های خداوند نداره، چون قلب عاشق قلبیه که خدا میگه شریعت من در قلب اونا از اول حک شده بود و صدای قلبشون رو میشنون، پس صدای شریعت من رو میشنون. قلب عاشق هرگز با شمشیر بیرون کشیده گوش کسی رو نمیبره و آسیب به کسی نمیرسونه. قلب عاشق شمشیر رو غلاف میکنه و آغوش خودش رو باز میکنه. آغوشت رو اول برای خدا باز کن، برای اینکه لمسش کنی. زنی بود 12 سال خونریزی داشت، مطمئن بود اگر فقط ردای عیسی مسیح رو لمس کنه شفا پیدا میکنه. اگر ملکوت او رو بطلبیم، اگر مسیح رو ببینیم، اگر خداوندمون بر تو ظاهر بشه، فرق نمیکنه مشکلت چیه، حل میشه. همه مشکلات تو حل میشه. آیا فکر کردی مشکل تو برای خالق یگانه بزرگه؟ اگر بخواد در آن واحد. چرا در مشکلات هستیم بعضی موقع؟ برای اینکه در درون قلبمون به دنبال جستجوی عشق بگردیم. عشق رو جستجو کرده و پیدا کرده و او رو بطلبیم تا ما رو اجابت کنه و بر ما ظاهر بشه. پس افکارمون رو کنار بگذاریم، با عشق به معشوق، با عشق به پدر، با عشق به خالق یگانه، به خدای خودمون نگاه کنیم. همه مشکلات تو با لمسش حل میشه. فقط کافیه لمست کنه یا لمسش کنی، فقط کافیه ببینیش. اگر ایمانت قوی باشه حتی ندیده دریافت میکنی. خوشا به حال کسایی که ایمانی دارن که حتی ندیده بتونن دریافت کنن. پس فوکوسمونو میخواییم بذاریم روی عیسی مسیح، فوکوسمونو میخواییم بذاریم بر روی ملاقات ملکوت، چون ملکوت مسیحه، مسیح ملکوت پدره و مسیح و ملکوت ساکن شدن در پدره. ما سکونت ابدی در پدر رو میطلبیم. فوکوسمون رو میخواییم بذاریم روی اون در نام عیسی مسیح. با روح شکرگزاری از گروه پرستشی زمر، خدا همتون رو برکت بده. شکر برای همتون. شکر و جلال به نام قدوس عیسی مسیح. شکر برای همه شماها، قدمای همتون مبارک باشه. شکر در نام قدوس عیسی مسیح. شکر و جلال بر نام خدای زنده. شکر و جلال بر نام خدایی که بود، هست و خواهد آمد. شکر و جلال بر نام قدوس عالم، یگان قدوس عالم. شکر و جلال. تا حالا آتیش روشن کردین توی جنگل برای گریل کردن؟ تا حالا شده برین آتیش روشن کنی، گریل بکنی؟ وقتی آتیش رو روشن میکنین چه اتفاقی میفته؟ اولش جلز و ولز میکنه، سر و صدا داره، بعد یه اتفاق دیگه هم میفته. فقط میخوام ببینم یادش میاد کسی؟ شعله های آتش بلند میشه. در کنار شعله های آتش چی ازش بیرون میاد؟ حرارت. در کنار حرارت چی ازش بیرون میاد؟ دود. یه شمع روشن میکنی، امیدوارم باد بذاره. اولش دود میکنه، بعد یواش یواش این شمع وقتی دودش تموم شد فقط شعله داره و شعلهش بلند میشه. هرچی آبی تر بسوزه دودش کمتره، هرچی بیشتر زرد بسوزه دودش بیشتره.
خاموشم میشه دود میکنه. خداوند به ایلیا گفت برخیز و بلند شو برو در بالای کوه مذبحی درست کن، چوب ها رو در داخل مذبح بگذار، قبل از روشن کردن چوب ها آبم بریز روی چوب ها. همه میدونن اگر چوب خیس باشه روشنم بشه دود میکنه، خیلی دود میکنه. من اون رو از آسمان روشن میکنم. این یک قسمتیه که هیچکی شاید بهش توجه نکرده توی ایلیا. من اون رو روشن میکنم طوری که دودم ازش بلند نشه، دودهاشو با شعله خود آتش میسوزونم تا یک آتش کاملا سالم، آبی سوز و قوی تو رو گرمای کافی بده و همه دنیا ببینن که من یهوه غیر ممکنها رو ممکن میکنم. جریان دود چیه؟ امروز میخوایم، ما هدفمون اینه که وارد ملکوت خداوند بشیم، درسته؟ همه ما ها هدفمون اینه که وارد ملکوت شیم. ایمان آوردیم به عیسی مسیح، باور داریم ملکوت او همانطوری که در آسمانه بر زمین نیز کرده خواهد شد. این رو خدا گفته، من نگفتم. تنها دعایی بود، اولین دعایی بود که پدر آسمانی ما به ما، عیسی مسیح خداوند ما در نام پدر به ما یاد داد. گفت اینگونه دعا کنید. میخوام ببینم یادتون میاد یا نه. ای پدر من که در آسمانی، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است و زمین نیز کرده شود. نان کباب روزانه ما امروز به ما عطا کن، قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، آمین، آمین. تا حالا به این فکر کردین که چرا خدا اومد روی زمین؟ شاگردا باید ازش سوال کنن که به ما دعا کردن رو یاد بده. و خداوند یه دونه، عیسی مسیح یه دعا یاد داد. شما بریم پلوی این آخوندا ازشون دعا بخواین. یه دعا دارم واسه بچه دار شدن، یه دعا دارم واسه فلان، تو این ماه نجس محرمه چیه؟ دعا میکنن، قاف رو بریزید بنویسید رو کاغذ، قاف آویزون کنیم به بند بارون میاد، بنویسید ذات بذارین رو بند بارون بند میاد، و و و و و چرندیات و مزخرفات. عیسی مسیح اومد تا حقیقت رو نشون بده. یه دعا به ما یاد داد، یه دونه دعا. ملکوت تو همونطوری که در آسمانه در زمین کرده شه. اومد یه باور رو به ما یاد بده. ملکوت تو همانطوری که در آسمانه بر زمین نیز کرده شه. ملکوت تو همانطوری که در آسمانه بر زمین نیز کرده شه. پس خدا به ما یاد داد دعا کنیم. خدا میخواد ما وارد ملکوت شیم. مانع چیه؟ مانع چیه؟ چیزی که ما رو نمیگذاره وارد ملکوت شیم، اون مانع چی هست توی زندگی؟ زحمت میکشی، کار میکنی، درآمد داری، خونه میخری، ماشین میخری، همه کار میکنی ولی وارد ملکوت نشدی. بعضی موقع همه این داشته های ما باعث میشه خدا دورتر بشیم و جاده دیگه ای رو بریم به جای اینکه به خدا نزدیکتر شیم. ازدواج میکنیم، نه تنها به خدا نزدیک نمیشیم، دور میشیم. بچه دار میشیم، به جای اینکه به خدا نزدیکتر شیم از خدا دورتر میشیم. اقامت میخوایم، اقامت میگیریم،
به جای اینکه بیشتر شکرگزار باشیم نزدیک خدا بشیم، او رو کناری زده. دلیل این که وارد ملکوت نمیشیم چیه؟ خدمتی دارم، فقط این شمع رو روشن کنم. بعد از مدتی فکر میکنم چه ارزشی داره خاموش و روشن کردن این شمع؟ این چه خدمتیه؟ رها میکنم، به کارهای افکار خودم میپردازم. دلیل این که انقدر راحت چیزی رو که به ما وعده داده بهش نمیرسیم چیه؟ واقعا چیه؟ امروز ما میخواییم در مورد این صحبت کنیم، چون یه زمانی بود در نام عیسی مسیح ما فقط بشارت میدادیم، بشارت میدادیم، بشارت میدادیم و همچنان میدیم و در حال این کار هستیم که همه ایمان بیارن. ولی یه جایی وقتی ایمان میاری، حالا باید وعده های خدا توی زندگیت نیز کرده شه، باید یاد بگیریم چجوری بتونیم به اون وعده برسیم، اون وعده ای رو که به ما داده چجوری بخوایم واردشیم. چرا وارد ملکوت نمیتونیم بشیم؟ چرا اون وعده ای رو که خدا داده درش برای ما باز نمیشه؟ مشکل چیه؟ میخوایم به درون خودمون بریم، بریم ببینیم مشکل چیه. میدونم احتیاج به برآورده، احتیاج داریم دعا کنیم برای نیازهامون. من میدونم من احتیاج دارم دعا کنم برای مشکلات خودم. مهراسا این بچه در اوج درد خودشه، احتیاج داره تسلی عیسی مسیح رو بگیره بعد از رفتن مادرش که به سفر آسمانی رفت. هممون به شکل‌های مختلف احتیاج داریم، هممون احتیاج داریم. ولی خدا به ما نگفت بیا من تو رو شفا بدم، بیا من اینجوری کنم. خدا هیچ وقت نرفت پلوی کوره بگه بیا من شفات بدم. خدا کوره رو دید، داشت از بغلش رد میشد و رد شد. کوره عیسی مسیح رو دید. میدونین چه اتفاقی میفته وقتی کوره شفا پیدا میکنه؟ خداوند مقدار خاک برمیداره و از آب وجود خودش مخلوط میکنه، گلی میسازه، در درون چشمان او میگذاره، دستش رو بر روی چشمش میگذاره، شفا پیدا میکنه. شکر. اولین چیزی که اون کور میبینه چیه؟ اولین چیزی رو که میبینه درختانه، درختای بسیاری رو میبینه. به بالا نگاه میکرده، در آسمان درختای زیادی رو میدیده، به زمین نگاه نمی کرده، پر درخت بود، انواع اقسام درخت ها با میوه، با برکت. درختان توی اشعیا 40 آیه 6 تا 8 خدا میگه چی؟ ارمیا 11 میگه چی؟ قوم ها هستن. اولین چیزی رو که خدا شفاش داد قوم های نجات یافته رو دید، قوم هایی که در کنار هم ساکنن، در کنار هم در ملکوت خدا زیست میکنن و ملکوت خدا در میان قوم ها جاریه. شفای حقیقی رو گرفت. پس مانعی که ما به اون شفا برسیم چیه؟ اون مانع واقعی که ما به اون شفا برسیم چیه؟ چند تا آیه رو تقدیمتون میکنم. اول از کتاب متا باب 7 از آیه 15 خداوند اینجوری به ما درس میده: از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما میآیند ولی در باطن گرگان در رندن. آنان را از کارهایشان خواهید شناخت. آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه خوب به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت خوب نمیتواند میوه بد
بد به بار آورد و نه درخت بد میوه خوب. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند، مردم آن را میبرند و در آتش میاندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوند و خداوند و خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به نام من خواهند گفت خداوند و خداوند، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به ذکر نام تو دیوها را بیرون نینداختیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. در تثنیه باب 4 از آیه 23 خدا اینجوری میگه عهدی با شما بستم، از خدایان کذب و اعمال خدایان کذب دوری کنید، عهد مرا هرگز نشکنید و در عهد من باقی بمانید. همونطوری که دخترم از آیه لغا خون 6:45 کتاب لغا باب 6 آیه 45 از رو میخوام بخونم براتون. اما قبل از اون از آیه 37 براتون میخونم. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد عیسی قبل از غذا دستهای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک میکنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای نادانان، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و سداب و انواع ادویه 10:1 می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای بر حال شما ای فریسیان، شما صدور مجالس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما که مانند قبرهای هستید که هیچ نشانه روی آنها نیست و مردم ندانسته و نشناخته روی آنها راه می روند. 45 اینجوری میگه. معذرت میخوام، باب 11 بود من داشتم میخوندم. یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت ای استاد، وقتی چنین حرفهایی میزنی به ما توهین میشود. عیسی در جواب فرمود بلی ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیز، چون بارهای سنگین بر دوش مردم میگذارید و خودتان یک انگشت هم برای آن بار نمیزنید. وای به حال شما که آرامگاه انبیایی را که نیاکان شما کشتن می سازید و به این وسیله کارهای نیاکانتان را تأیید می کنید.
و بر آنها سهه می گذارید، چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و شما اینها را بنا می کنید. در باب 6، حالا برمیگردم به باب 6 آیه 45، خدا اینجوری میگه: مرد نیکو از خزانه نیک درون خود نیکی به بار می آورد و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد، چون زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن می گوید. در متی 12 از آیه 34: ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه می توانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته از سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی در این درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهوده ای را که گفتند بدهند، زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه شده یا محکوم. چیزی که خدا میخواد به ما نشون بده اینه: دو راه وجود داره، فقط دو راه وجود داره، فقط دو راه، راه نیکویی و راه بدی، جاده ملکوت و جاده آتش، جاده مرگ، زبان برکت یا زبان لعنت. در تثنیه 27-28 هم میگه، خدا میگه شما رو جای قرار دادم که حق انتخاب داشته باشی، برکت رو انتخاب میکنی یا لعنت رو، چی رو انتخاب میکنی؟ امروز ما در نقطه ای هستیم که ایمان داریم به امید که زندگی ما آزاد خواهد شد. یک کتاب خوندم خیلی سال پیش، فیلمش هم درست کردم. همه مردم فکراشون مثل تصویر بالای سرشون با صدا همینجوری پخش میشد. یه بار دیگه میگم، همه مردم تو کره زمین، یه اتفاقی افتاد، فکرای مردم مانند آتشی، مانند یه فیلم بالای سرشون پخش میشد با صدا. هر جا که میرفتن همه میدیدن چی داره فکر میکنه و تو ذهنش چی داره میگه. اگر الان فکرای شما بالای سرتون روشن بشه و صداش بیاد چیه؟ همین الان. اگر این فکرای ما روشن بشه بالای سرمون، صداش بیاد، چه صدایی میاد از توی فکرای ما؟ چه تصویری هست؟ تصویر مرد و زنی که شمشیر به دسته برای لعنت کردن دیگری و کشتن دیگری، یا تصویری از عشق برای فداکاری و ایستادگی؟ اون تصویر دست ماست. نویسنده این کتاب که میگم فیلمش هم هست، میتونیم ببینیم، به یه سریا یاد گرفته بودن به افکارشون مسلط بشن که افکارشون منعکس نشه بیرون و کسی نتونه افکارشون رو ببینه. ما مسیحا بعضی موقعها مثل آیاتی که خوندم، مانند فریسیا حرفای خوب میزنیم، تصویر قشنگ نشون میدیم، افکار بدمون رو قایم میکنیم، ولی عملاً شمشیرمون بیرونه برای اینکه اون کارهای بد رو در پشت پرده، همونطوری که فریسی‌ها در جاهای تاریک معبد نقشه‌های بد می‌کشیدن، میریم و نقشه‌های بد می‌کشیم برای هم دیگه، تو داوری و غیر و غیره. کتاب خیلی قشنگی بود، فیلمش هم بد نیست، فیلمش هم جالبه، بستگی داره چجوری آدم نگاه کنه، با کدوم روح. جایی بود که
مردم یه شهر دیگه بود که همون مردم انتخاب کرده بودن. حالا که تصویر فکراشون دیده میشه، این تصویر تصویر عشق درونشون باشه، بدی رو کنار بگذارن، تونسته بودن با هم متحد بشن. اون شهره کشاورزی میکردن، زندگی میکردن، خوش میگذروندن، شاد بودن و خیلی لذت میبردن از زندگی. یه دست از همون مردمی که فکرای اونا هم دیده میشد، اونا تونسته بودن به اون فکرای بد خودشون غلبه کنن، دو دسته شده بودن، برای خودشون در منطقه دیگه شهر دیگه درست کرده بودن و واقعا همونطوری که ملکوت پدر در آسمانه روی زمین برای اونا کرده میشد، زندگی خیلی قشنگی داشتن. ولی یاد گرفته بودن که به اون افکار بد چیکار کنن؟ غلبه کنن. توی این فیلمه و توی این کتاب نویسنده به تصویر کشیده بود که یه روزی به یه دلیلی اون یکی قبیله به این گروه حمله میکنن برای اینکه داشته های اینا رو ازشون بگیرن، چون یه نفر منم داشت و میگفت من سیرکل دور منه، همه این سیرکل منم و منم که همه چیز رو تنظیم میکنم و همه چیز رو نشون میدم. اتحاد رو شکوند. اتحاد چجوری به دست میاد؟ ای پدر من یا ای پدر ما که در آسمانی، تو دعا چرا نمیگه ای پدر من؟ مگه پدرت نیست؟ چرا خدا بهمون یاد نداد بگه ای پدر من؟ من همه دعا میکردیم، من گفتم ای پدر من، شما گفتین ای پدر ما. هیچکی متوجه نشد فرق این دوتا چیه. پدر ما وقتی آشکار میشه جلالش که ما بشیم، نه من. این کتاب نویسندش همین بود، من. و اومد آرامش اونای دیگر هم میخواست به هم بریزه. دو تا خزانه داریم در درون خودمون. کتاب متی باب 12 رو خوندیم، خزانه نیکو و خزانه بد. کتاب مقدس داری میگه هر دوشو داری. با کدوم فکر صبح از خواب بیدار میشی؟ مثل کارتون گالیور، من میدونم همه چی خراب میشه، من میدونم کشتی ها غرق میشن، من میدونم خراب میشه، من میدونم بدبخت میشم، من میدونم. گالیور با اون افکار بیدار میشی، من میدونم خوشبخت نمیشم، من میدونم همه به ضد منن، من میدونم. با این فکر بلند میشی، من حق دارم، همه بدن، ایران هیچ وقت درست نمیشه، افغانستان هر روز بدتر میشه، میدونم 10 نسل طول میکشه تا اونجا درست بشه، من میدونم. با این افکار بلند میشی یا اینکه شکره بدن، شکرت میکنم برای امروز که نفس میکشم، شکرت میکنم برای امروز که زنده ام، شکرت میکنم برای اینکه میخوام جلال و معرفت تو رو ملاقات کنم، ای پدر شکر میکنم امروز برای اینکه من میخوام برم سر کار، شکر میکنم ای پدر برای اینکه امروز من میخوام بلند شم یه غذای خوب درست کنم، شکر میکنم ای خداوند امروز من میخوام بلند شم همه خانوادم رو با شادی درونم که از تو دریافت میکنم شاد کنم. با کدوم روح، با کدوم خزانه خواب بیدار میشی؟ با کدوم خزانه به خواب فرو میری؟ در کتاب ملاکی باب 3 از آیه 1 تا آیه 10 خدا میگه شما بر ضد من گناه ورزیدید، شما از 1/10 من دزدیدید، 1/10 من را دزدیدید و آن را به خانه من نیاوردید. و شما از من سوال میکنید چرا من برکت ندارم. 1/10 مرا به خانه من بیاورید، مرا آزمایش کنید و ببینید من شما را چجوری برکت میدم. 1/10 مرا به خانه من بیاورید و ببینید چجوری من شما را برکت میدم.
بزرگترین یک ده چیه؟ میخوایم از جسم بذاریم کنار. مگر بیشترین چیزی که خدا میخواد این نیست که ما با هم باشیم. ما با هم باشیم. ما در محبت متحد بشیم. نه به رهبری رامین ایکس و ایگرگ، نه به رهبری آدمای مختلف، کشیشان بسیار پربرکت، شبانان مختلف، به رهبری عیسی مسیح. چون اگر مسیح رهبری کنه فرق نمیکنه در کدوم جایگاه خدمت میکنی، همدیگر رو دوست داریم. اگر من رئیس باشم همه باید از من اطاعت کنن. اگر عیسی مسیح رئیس باشه میگه جانت رو برای همدیگه بگذارید، همدیگه رو دوست داشته باشید. نترس از اینکه بغل دستید بگی دوستت دارم ولی دوستش نداری. اگه دوستش نداری یه جای کار میلنگه. و خدا میخواد خزانه ها رو به ما نشون بده امروز. مانعی که نمیذاره ما به اون برکت اصلی برسیم. مانعی میتونیم اگر یه پرونده‌ای داریم بهترین وکلا رو بگیریم، صفحه های طولانی کیلومتری شکایت بنویسیم، خیلی کارا بکنیم، ارائه بدیم، بازم منفی بشه. ولی اگر با ایمان به خدا سه تا خط بنویسی، باور داشته باشی جواب مثبت از اون سه تا خط میگیری بدون هیچ قانونی. چی مانعه؟ کدوم خزانه داره توت کار میکنه؟ کدوم خزانه توت داره کار میکنه؟ خدا میخواد دوتا خزانه ما رو به همون نشون بده. حقت خورده شده؟ تا حالا به این فکر کردی حقت خورده شده؟ معلومه کی هست اینجا که بتونه بگه حق من خورده نشده؟ کی هست که بتونه اینجا بگه عدالت برای من ای پدر جاری نشده؟ چرا من انقدر درد بکشم؟ چرا من انقدر سختی بکشم؟ چرا انقدر من بار رو حمل کنم؟ چرا انقدر من یک تنه باید همه کارا رو بکنم؟ من زن خونم، من مرد خونم، من بچه خونم، من مادر خونم، من پدر خونم، من تمام بارا رو باید حمل کنم. یه جایی ما میگیم عدالت برای من جاری نمیشه، کی منو محبت کنه؟ تا حالا بودی اونجایی که بگی خداوند منم محبت میخوام، منم میخوام دیده بشم، منم احتیاج دارم نوازشی بر سر من کشیده بشه، تایید بشم، دلم میخواد تایید بشم؟ اینجا خزانه شروع میکنه کار کردن. اگه از اون خزانه انسانی باشه، اتفاقی که میفته اینه آدم ها تو رو تایید میکنن، و اگر آدم ها تو رو بالا ببرن چه اتفاقی میفته؟ خوندیم آدم ها همون درخت رو میسوزونن، چون آدم ها به فکر جا و مقام هستن. خدا مطرح نیست، خدا کناری گذاشته شده. ولی اگر محبت رو و توجه رو از خدا بخوایم، خزانه بد ما خاموش میشه چون دیگه دود نمی کنه. ایلیا به ما اینو یاد داد، خداوند الهیم در ایلیا به ما اینو یاد داد. اگر من آتش درونت رو روشن بکنم، اگر من آتش مذبح تو رو روشن بکنم، و ما در مورد مذبح صحبتی داشتیم، موعظه داشتیم چند وقت پیش، تعلیم کوچولویی داشتیم، چه مذبحی روشن میکنی، برای کی مذبح رو روشن میکنی. اگر مذبحی رو که ما فراهم میکنیم برای خداوند باشه، حتی اگه آب توش باشه، حتی اگه مردم تو رو نفرین کنن، مردم تو رو بخوان ببندن، مردم نخوان بگذارن که تو موفق و پیروز بشی، مردم جلوی پیروزی تو رو بخوان بگیرن، عیسی مسیح روشن میکنه مذبح تو رو و جواب تو رو میده و غیر ممکن برای تو توی زندگیت کرده خواهد شد. غیر ممکن برای تو توی زندگیت کرده خواهد شد. غیر ممکن قراره کرده بشه. ما قرار غیر ممکن ها رو دریافت کنیم، چون ما قوم الهیم هستیم. باور داری قوم الهیم هستی؟ باور داری قوم
مسیح هستی، باور داری قوم الشدای هستی، باور داری قوم ادونای هستی، باور داری قوم مسیح خدای زنده هستیم. پس مذبح مسیح رو روشن کن، خزانه درونت رو، خزانه بدی درونت رو، افکار بد درونت رو خاموش کن. چجوری باید خاموشش کنی؟ خدا تو الیشا، توی ایلیا به ما یاد داد مذبحت رو پر آب کن، مذبحت رو پر آب کن. هر کسی که دور برته تو محبت کن، نه بگو اول محبتم کنه، تو محبت کن. آیا میتونی محبت کنی کسایی که دورتن؟ بی عدالتی در مورد تو اتفاق افتاد، بکن. خدا مذبح تو رو روشن میکنه. خدا حق انتخاب رو به ما داره میده، ملکوت یا پادشاهی شاول. خیلی ها دنبال پادشاهی شاول هستن، منم ها. ملکوت پادشاهی خداونده. داوود روی زانو میفته، به سینه روی زمین میخوابه، دستای خودش رو باز میکنه و میگه خداوندم توبه میکنم، من رو ببخش، چون فهمید اشتباهاتش چیه. آیا میدونی اشتباهاتت چیه؟ یا هنوز حق به جانبی؟ هنوز تو همه موارد تو حق داری، همه بدن تو خوبی، همه اشتباه میگن تو درست میگی. 3 سالم نگذشته، 2019 کرونا اومد، همه جهان رو گرفت، به همه گفتن واکسن بزنین. 8 میلیارد آدم حدودا واکسن زد، ما نزدیم ولی 8 میلیارد زدن. الان اخبارا بیرون اومده کروناست به خاطر انتخابات ساخته شده بود که بتونن رأی های غیابی بگیرن، و کرونا از سال 2002 وجود داشته، بیرون دادن برای اینکه بتونن پیروزی رو برای دموکرات ها به دست بیارن. اخبار مکتوبه که همه جا هست، برین چک کنه. کرونا کوشش راستی؟ کرونا کجاست؟ غیب شد یه دفعه. تو اون دوران همه هول بودیم بریم واکسن بزنیم، 3 تا بزن، 2 تا بذار تو خونه یدک، یواشکی خودت بزن، بزن، گوش نکن به هیچ، بزن، شفا میده، از آسمونه، مال فایزر، به خونه عیسی مسیح قاطیه. چقدر راحت گول میخوریم، چقدر راحت گمراه میشیم. اینجوری کدوم خزانت روشنه؟ کدوم خزانه تو روشنه؟ جفت خزانه ها در درون ماست، کوه چپ کوه راست. کتاب غزل غزل ها باب 6 آیه 11 میگه سینه های شما 2 تا کوهه، یکی کوه برکته، یکی کوه لعنته. از بالای کدوم کوه و در بالای کدوم کوه برای من قربانی میگذارین؟ چون هر کسی بر حسب زندگی و کارهایی که میکنه، تو آیه الان خوندیم خدا میگه بر حسب کارهایی که کرده پاداششو میگیره. خدا میگه در لوقا، همین الان خوندیم، هر کسی بر حسب کارهای خودش پاداش خودش رو میگیره. پاداش تو چیه؟ بر حسب کارهای تو. بر حسب کارهای تو، بر حسب کارهای من،
چیزی که توی دلته از اون سخن میگی و اون چیزی که در دل تو ساکنه باعث میشه زندگی تو نابود بشه یا برکت بگیره، باعث میشه زندگی تو نابود بشه یا برکت بگیره. میگه یک زمان میرسه خداوند که آن چیزی که پشت درهای بسته آهسته گفتید روی بامها اعلام خواهد شد. باب 12 آیه 2، هر چیزی که پشت درهای بسته گفتید روی بامها اعلام خواهد شد. هر چیزی که در درون خودت میگی اعمال تو به زودی آشکارش میکنه، مانند اون نویسنده که کتاب نوشته بود فکرای ما مثل یه فیلم با صدا بالای سرمون پخش میشه. اون اعمال آینده است. آینده تو در چی میبینی و در چی میخوای سرمایه گذاری کنی؟ آینده تو در چی میبینی و در چی میخوای سرمایه گذاری کنی؟ در برکت میخوای سرمایه گذاری کنی یا در لعنت؟ انتخاب. امروز اگر در جای سختی قرار داری وقت انتخابته. من با مادر گیسیا صحبت میکردم، یه بار به مادر گیسیا گفتم مادر جان من میخوام یه خواهش ازت بکنم، یه برکتی درست کن. نمیخوام 1000 کرون پول بذاری، 2000 کرون پول بذاری، زیر 100 کرون. چطوری؟ چند تا دونه سیب زمینی، 3 کیلو سیب زمینی، نیم کیلو پیاز رنده کن، کوکوی سیب زمینی درست کن، همه میخورن و سیر میشن. 100 کرون هم نمیشه، نمیخواد 2000 کرون خرج کنیم. گفتم میدونی راز این کار چیه؟ برکت. ما راز رو توی خرج کردن زیاد میبینیم. برکت کم رو بلند میکنه، خاموش رو روشن میکنه، نیستی ها رو هستی میکنه. رازش تو باوره. 2 تا ماهی داریم، 5 تا نون. تا حالا شده جایی توی زندگیت قرار بگیری که بگی خداوندا هیچی ندارم، هیچی ندارم، نه کار دارم، نه خونه دارم، نه قبولم دارم، هیچی ندارم، فقط 2 تا ماهی دارم، فقط ایمان خودم و همسرم رو دارم، همین یه ایمان داریم، 5 تا نان، 5 تا آیه بلدم. هر کسی الان فکر کنه 5 تا آیه بلدی؟ 5 تا آیه قوت داری؟ 5 تا آیه قوت داری؟ 5 تا دونه آیه قوت داشته باشی؟ 5 تا آیه قوت، نگفتم حفظ کنی، آیه قوت آیه ایه که باور داشته باشی. 2 تا ماهی یه زن و شوهر که 5 تا آیه قوت داشته باشن، با هم دعا کنید ببینید چه برکتی میشه. برای چی؟ از خزانه بدت همه فکرهای بد میکنی، نمیشه 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 نمیشه. نه، شروع کن. اگر یک نفری توی خانوادت و یه نفر ایمان نداره، با یه برادر یا یه خواهر ایمان دار، با هم دیگه مجموعاً با هم دیگه بیایم بشیم 2 تا ماهی و 5 تا نان، 5 تا آیه قوت. یک آیه قوت رو بگه الان، فقط یه نفر، فقط یه نفر یه آیه قوت بگه. چون او آرامی من است استرابی ندارم. یکی دیگه یه آیه قوت بگه. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت ببخشد. یکی دیگه یه آیه بگه. وقتی خدا با من است کیست بر ضد من؟ 4 آیه، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. یه دونه دیگه کم داریم. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ دقت کردین هیچ کدومش دست واسه دریافت نبود؟ همش جلال خدا بود، همش. وقتی که توی خانواده ما بتونیم
دو نفر بشیم، جسمانی یا روحانی، که با هم 5 تا نان رو بلند کنیم به سمت خداوند. خداوند نور و نجات منه، خداوند آرامی منه، خداوند شبان منه، خداوند با منه، پس از کی بترسم؟ بیاین با هم امروز، بیشتر از دوتا ماهی هستیم، ولی کافیه دو نفرمون یک دل با هم اعلام کنیم خدا نور و نجات منه. اعلام کن مسیح نور و نجات منه، مسیح عشق منه، من مسیح رو میخوام، من ملکوت مسیح رو میخوام، ملکوت ادونای رو میخوام. اعلام کن، اعلام کن، با یه نفر دیگه اعلام کن، هم دل اعلام کن، من میخوام، من ملکوت رو میخوام. ارمیه 33:3 خدا میگه از من بپرس تا به تو پاسخ دهم، از چیزایی که هیچکی نمیدونه. سوالت از خدا چیه که به تو پاسخ بده؟ آیا سوالی از خدا داری؟ مال من اینه، ای پدر، من میخوام وارد ملکوت تو بشم، چون وقتی وارد ملکوت شم همه یه چیزهای دیگر رو که احتیاج دارم به سمت من میاد. من نمیخوام کشیش بشم، من نمیخوام اسقف بشم، من میخوام رسول و پسر تو باشم. تو میخوای رسول و دختر خدا باشی، این رو دعا کن، این چنین دعا کن، نه برای اینکه مردم جلوی تو زانو بزنن، برای اینکه تو جلوی خدا زانو بزنی. کدوم خزانه؟ کدوم خزانه؟ در کتاب متی 13 آیه 51 و 52 خداوند اینجوری میگه، کسایی که به ملکوت من وصل هستن از خزانه درون خود چیزهای کهنه و جدید بیرون میارن. کسایی که به روح من وصلن و درون ملکوت من ساکنن از خزانه درون خود چیزهای خوب و نیکو بیرون میارن، چیزهای قدیمی و چیزهای جدید. اگر به روح خدا پرستش کنی چیزهای جدید از تو در میاد. اگر به ایمان عیسی مسیح زندگی کنی چیزهای قشنگ ازت بیرون میاد، چیزهای بسیار زیاد. اگر دعا کنی خدا کلام رو روی دهان تو میگذاره، احتیاج نیست پشت سر هم بگذاری، یک نوشته باشه و اونا رو از رو بخونیم برای هم دیگه، بلکه روح خدا کار میکنه و روح خدا برکت میده. مزامیر 12:2-4 اینجوری میگه، میگه زبانی که نیش داره دائما در حال کشتنه. زبان نیش دار، مزامیر 52:2-4 اینجوری میگه، زبانهایی که دروغگو هستند به مرگ ختم میشه. یکی از مزامیرم میخواییم با هم از رو بخونیم، مزامیر 41:6-7 رو با هم میخواییم اعلامش کنیم. باور داری میتونی از خزانه خوب درونت بدون گله و شکایت امروز اعتراف کنی؟ چون میخواییم امروز اعتراف کنیم. این آیه هایی رو که میخونیم در از اعتراف های نیکوی ماست. آتش و فکری که بالای سرته، الان فکرات چیه؟ من میدونم کشتی غرق میشه، من میدونم زندگیم خراب میشه، من میترسم، من میدونم همه دروغ میگن، من میدونم هیچی درست نمیشه،
من میدونم، یا میخوایم خاموشش کنیم بندازیم دور. من میدونم ملکوت خدا میاد. من باور دارم ایران آزاد میشه. من ایمان دارم ایرانمون آزاد میشه و ما بر میگردیم. من ایمان دارم قرار در وطن خودمون بالای کوه توچال کباب رو از هماجون بگیریم و بخوریم. ولت نمی کنم در نام عیسی مسیح، چون باور دارم. باور دارم. تو هم سیخ میکنی، نگران نباش. در نام عیسی مسیح قرار کباب دستای همدیگر رو بخوریم بدون نگرانی. در نام عیسی مسیح قرار برکت بگیریم. در نام عیسی مسیح قرار تمام آوارگان هر جای دنیا که پخش شدن دوباره بازگشت کنن. باور کن. تصویری که بالای سرته کدوم تصویره؟ تصویره این که همه چی داره خراب میشه، یا تصویره این که من باور دارم ملکوت خدا میاد؟ اگر در بستر بیماری هستی، اگر در نقطه سخت زندگیت هستی، تصویری که فکر تو متشعشع میکنه در افکار و اعمال تو چیه؟ اون تصویره چیه؟ خوشبختی رو در چی میبینی؟ دعای من اینه که اونجوری که پدر میخواد تو خوشبختی، نه تو. اونی که پدر میخواد برای تو کرده بشه، نه اونی که همسر تو. اینجا سخته. اراده کامل تو ای پدر تو زندگی من کرده شه، نه همسرم، نه برادرم، نه خواهرم، نه بچم، نه هیچکی. اراده کامل تو توی زندگی من کرده شه. پس صدای نزدیکترینات هم باید توی زندگیت قطع کنی. متی 10، نیامده هم صلح بیارم بلکه شمشیر. بخونیدش بعدم. صدای همه رو باید قطع کنی. تصویر همه ی حرفا رو باید خاموش کنی. تصویر ملکوت رو روشن کنی. با تصویر ملکوت امروز میخوایم مزامیر 41 رو با هم اعلام کنیم. اگر باور داری اعلام کن. اگر باور داری برای خودت اعلام کن. مزامیر 41 از آیه 1 میخوایم بخونیم. با باور. باور داری درست میشه زندگیت؟ باور داری خوشبختی کاملی که خدا برات در نظر داره قرار بگیری؟ میخوای باور داشته باشی؟ هر سال دارن میگن اروپا گرمترین سالش رو داشته. ما که تو سوئد جز سرما و لرزیدن هیچی ندیدیم. 5 روز 6 روز آفتاب بود بابا. کدوم گرما؟ کدوم فلان؟ کدوم بلان؟ این حرفا کدومه؟ ما که من که هر روز با سر کار بودم کاپشن میپوشم. کدوم گرما؟ اسپانیا که همیشه گرمه، یونان که همیشه گرمه. چیز عجیبی نیست که گرم نبوده. بندر عباس همیشه 40 درجه بالا صفره. اهواز حالا هر جا 60 هم بوده. مشکل جای دیگه است. باورهایی که میخوان به ما انتقال بدن، انتقال باورها از طرق مختلف. پرچم 7 رنگ عهد عیسی مسیح شده پرچم گیا. و اگه دستت نگیری و بلند نکنی ممکن ترد بشی توی جامعه. گه کیلو چنده؟ برو گاوه نر رو بدوش ببین چقدر شیر ازش میگیری. یه نر یه ماده و سلام نامه تمام. فقط گاوه ماده شیر میده، گاوه نر شیر نمیده. تا حالا سعی کردی که شیر بکشی ازش؟ برو از گاوه نر شیر بدوش ببین چی کارت بکنه. من امتحان نکردم و نمیکنم، ولی حس میزنم خیلی فاجعه بشه. اونم از این نرهای آمریکایی دیدی 800 کیلو هست. برو اون زیر بشی ببین چه کاری میکنه. دو تا جنس داریم، نر و ماده و سلام نامه تمام. سومی کیلو چنده؟ فکرایی که به جان و زندگی ما دارن میندازن. فقط با آیفون 13 تو خوشبخت میشی. باور کن یه تلفن معمولی هم میشه خوشبخت بود. آیفون 12 13 هر 3 ماه یه بار یه دونه شماره میاد. پول دارم نشستن قدرت طلبی میکنن و هی فکرهایی که به ما دارن میفروشن. برم توی تیک تک به جای اینستاگرام. تیک تک باحاله، خیلی خوبه.
یه دونه میذاری 1000 تا لایک بخوره. کیا لایکت کردن؟ چه میدونم که دوستامم. دیدیشون؟ نه. کجان؟ چه میدونم کی هستن؟ نمیدونم. بعد یه دفعه میبینی گوگل همه عکسای خانوادگی تو یکی هک کرده، عکسات از جاهای سر در میاره که اصلا عکسایی که نباید بره، خانوادگی کاملا شخصیه. ما رو مسموم دارن میکنن، خزانه های بد انسان رو دارن هی روشن میکنن. مذبح تمام پیغمبرای دروغین، همشون دارن سعی میکنن مذبح رو روشن کنن و خدا میگه آب بریز و من از آسمان روشن میکنم. دعای ما اینه ملکوت تو همونطور که در آسمان بیاد برای ما کرده شه. باور کن، روشن کن مذبح خدا رو، مذبح پیروزی رو، مذبح امید رو. خدای من امید و جلال منه، عیسی مسیح امید و جلال منه. و سلام نامه تمام. فقط مسیح امید و جلال منه، نه آدم. من امید شماها نیستم، شماها هم امید من نیستین. امید من خداوندمه، فقط عیسی مسیحه. تو سختی به سر میبریم برای اینکه بتونیم این دعا رو بکنیم. مزامیر 41 از آیه 1: خوشا به حال کسانی که در اندیشه فقرا هستند. خوشا به حال کسانی که در اندیشه فقرا هستند. خداوند آنان را هنگام سختی نجات خواهد داد. خداوند آنان را در هنگام سختی نجات خواهد داد. خداوند الهیم آنها را حمایت نموده زنده نگاه می‌دارد. خداوندمون الهیم آنها را حمایت نموده زنده نگاه می‌دارد. آنها را در وطن خود خوشبخت می‌سازد. آنها را در وطن خود خوشبخت می‌سازد. خوشبختی پشت درم. قراره در وطنمون ملکوت و خوشبختی خدا رو مزه کنیم. باور کن، باور کن. و در دست دشمن رهایشان نمی کند. در هنگام بیماری خداوند آنها را کمک می کند و به آنها سلامتی می بخشد. سلامتی من و ما قرار از خداوند باشه. سلامتی من و ما قرار از خداوند باشه. من نشستم تا دریافت نکنم نروم نروم، تا دریافت نکنم نروم نروم، تا سلامتی رو از الهیم دریافت نکنم نروم نروم. باور کن، سلامتی کامل. نمیدونم چه مریضی داری، شاید هیچ کسی دیگه نمیدونه. الهیم میگه من سلامتی کامل به تو میدم. اول باید بری همه دکترها که امیدت ناامید بشه. هفته پیش تو موعظه گفتیم ابراهیم در جایی که ناامیدی مطلق ساکن بود ایمان داشت به امید. آیا ایمان به امید میخوای بیاری؟ کدوم خزانت کار میکنه؟ ایمان داری میتونی شفا بگیری؟ مهم نیست مریضی چیه، مهم نیست دردت چیه، مهم نیست مشکلت چیه. ایمان داشته باش قرار دریافت بکنی. باور کن قرار دریافت بکنی. خدا میگه باور کن. گفتم خداوندم من آدمی گناهکارم. آیا رسیدی به نقطه‌ای که جلوی خداوند زانو بزنی بگی الهی من گناهکارم؟ یا اینکه همش توی این افکاری که بگی من گناهی نکردم، من گناهی ندارم، من اشتباهی نکردم، من اشتباهی ندارم. کدوم یکیه؟ زانوات خم شده جلوی الهیم یا نه؟ زانوات خم شده جلوی الهیم یا نه؟ چون اگه نه به بعدیش نمیرسه. تا خم نشه نه ادامه پیدا نمیکنه. زانوات باید جلوی الهیم خم شه. اما تو بر من رحمت فرما و مرا شفا ده. دشمنانم با نفرت درباره من میگویند.
دشمنانم با نفرت در مورد من میگوین، همه دارن در موردت بدی میگن، میخوان تو نابود شی، میخوان از بین بری، همه کارهای تو رو منفی میبینن، همه کارهای تو رو اشتباه میبینن، زندگی تو اصلا اشتباهه، بودنت اشتباهه، حرفات اشتباهه، ایمانت اشتباهه، تعلیمت، همه چی اشتباهه. دشمنان تو با نفرت در مورد تو صحبت میکنن. نفرت خزانه بده، عشق و بخشش خزانه خوبه. هر کسی که با نفرت صحبت میکنه و داوری، از خزانه بد خودش صحبت میکنه. هر کی چه وقت میمیرد و نامش فراموش میگردد، دشمنانش میگن کی میمیره راحت چیم. آنانی که برای ملاقات من میآیند از روی دوستی نمیآیند، بلکه برای خبرچینی و شایعه پراکنی می آیند. همه آنانی که از من نفرت دارند با یکدیگر درباره من پچ پچ می کنند. در اینجا قرار داشتی؟ همه اونایی که ازت نفرت دارند در مورد تو پچ پچ می کنند. خزانه بد خزانه خوب. خزانه بد فعاله و مرض مرا، مشکل تو رو خطرناک و غیر ممکن جلوه میدن. میگن غیر ممکنه مشکلت حل شه، غیر ممکنه مریضیت خوب شه، غیر ممکنه برکت بیاد، غیر ممکنه. ملکوت خداوند بعد از مردنه، وقتی مردی میری پلی خدا، قبل از مردن نمیشه. میشه خدا رو ملاقات کرد، میشه قبل از مردن در جسم خدا رو دید، میشه، میشه. عیسی مسیح میگه اگر عاشق من باشی من خودم رو به تو ظاهر میکنم. یوحنا 14:21 میگه من خودم رو به تو ظاهر میکنم. تو عاشق من باش، عاشق پدر من باش، عاشق خلقتت باش. آنها میگویند به مرضی کشنده گرفتار شده و از این بیماری، از این مشکل جان سالم به در نخواهد برد. افکاری که روت میاد، اگه افکارت مثل یه فیلم سینما روشن باشه، همش فکر میکنی میمیری، درست نمیشه، دشمنات همش میخوان تو نابود بشی، همه حرفای منفی میزنن، غیر ممکنه، دعا میکنن ولی تو افکارشون نه، نمیشه، باید تحمل کنه. خدا میگه میشه، شفا میتونه بیاد. زمان میبره؟ آره، بعض موقع زمان میبره. چرا؟ توی خروج 13 از آیه 17 خدا میگه من مخصوصا قوم رو از راه‌های پرپیچ و خم بردم تا مسلح به ایمان بشن. اگر تو جاده سخت زندگیت هستی، برای اینکه خدا داره ایمانتو مستحکم میکنه. تو چیکار میکنی؟ بودم برم پلو اون سوال بکنم، بودم برم از اون بپرسم، بودم برم به اون بگم کمکم کن. ببین، آدم بالا ببرتت، آدم میزنت زمین. خدا بلندت کنه، هیچکی نمیتونه زمینت بزنه. داوود مست خدا برش بود، هیچکی نتونست او رو بکشه، حتی شاول با تمام قدرتش. مست خدا رو باید بطلبیم، نه قدرت آدمی رو. حتی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، آن کس با من نان میخورد علیه من برخواسته. تا حالا اونجا بودی که با دوستایی بودی که باشون نان میخوردی، برکتشو میدادی، بر علیهت همه برخواستن. خدا توی این دعا خیلی چیزا داره به ما یاد میده. میگه کسایی که مس خدا رو قرار داشته باشن اینجاها قراره برن. پس آیه های ناامیدی نیست، برعکس، آیه های امیده. اگر اینجا هستی برای اینکه خدا قراره بلندت کنه و مست خدا بر توه، نه برای اینکه نابودت کنه و بدبخت بشی. ولی خداوند الهیم، تو بر من رحمت فرما و سلامتی مرا به من بازگردان. اعلام کن خداوندم الهیم،
تو بر من رحمت کن و سلامتی خودت رو بر من بازگردان. سلامتی خودت رو بر من بازگردان ای الهیم، سلامتی تو بر من بیاد، سلامتی تو، فقط تو الهیم، در نام عیسی مسیح پدر من که در آسمانی، سلامتی شالوم ملکوت تو بر جان من، بر زندگی من، بر قوم من، بر خانواده جسمانی من، بر خانواده روحانی من، بر عزیزان من، بر همه جاری باشه. میطلبم ای پدر در نام عیسی مسیح سلامتی تو ای پدر، تا برخواسته و جواب دشمنانم رو بدهم. بدین وسیله من خواهم دانست بدین وسیله من خواهم دانست که تو از من راضی هستی و نمیگذاری دشمنانم بر من پیروز کردن. خداوند قراره به تو نشون بده اتحاد ایمان با هم، زمان اتحاد ایمان با هم فرا رسیده. هر کسی که در اتحاد ایمان باور داره دستاشو رو قلبش بلند کنه، با وجودش اعلام کنه من اتحاد ایمان رو در مسیح میطلبم، من اتحاد ایمان رو در مسیح میطلبم، نه در نام انسان، با هر مقام و در هر سیاست یا کلیسا یا غیر کلیسا، من اتحاد ایمان رو در مسیح میطلبم بر خانواده خودم، بر خانواده جسمانی، بر خانواده روحانی. من بچه‌مو از تو میخوام عیسی مسیح، من پدرم رو از تو میخوام، من آرامشم رو از تو میخوام، من همسرم رو به دستان تو رها میکنم چون ایمان دارم، من آینده‌مو به دستان تو میدم چون باور دارم آینده من رو میسازی، من باور دارم تو اگر من رو به اینجا آوردی تا اینجا آوردی باقی جادم من رو عبور میدی. خداوند شبان من است، از چه بترسم؟ خداوند شبان من است، از چه بترسم؟ خیلی وقتا از من سوال میکنن این کارو بکنم این کارو بکنم، جواب نمیدم، از دست من دلخور میشن، میگن جواب نمیده، وقت نمیذاره، چون کار میکنه وقت نمیذاره. نه، جواب ندادم برای اینکه از خدا بپرسی چی کار باید بکنی، برای اینکه خدا رو ملاقات کنی باید به درون خودت بری، ایمانت رو آزمایش کنی و بیرون بکشی و ببینی با ایمانت عمل میکنی یا از خزانه بد خودت عمل میکنی، با کدوم خزانه تصمیم میگیری. من جواب ندادم چون خدا زنده است. در بعضی از مقاطع زندگی ما باید یه جایی باورهامون رو عملی در زندگیمون شروع کنیم باهاش عمل کردن. خدا قرار پیروزی به ما بده. خدا کلیسایی به ما داد جایی که هیچ کلیسایی برای ما وجود نداشت. خدا مکان برکتی به ما داد جایی که هیچ برکتی دنیا به ما نمیداد. فیلادلفیا ایلام یه معجزه است. فیلادلفیا ایلام یه معجزه است. و همه دیدند. باور کن. باور کن قدرت خدا رو باور کن و اعمال نیکوی او رو ببین. تو مرا به خاطر درستکاریم کمک خواهی کرد و پیوسته مرا در پیشگاه خود حفظ خواهی کرد. خزانه خوب تو روشن باشه، خدا به خاطر خزانه خوب درون تو تو رو بلند خواهد کرد. اعمال رسولان باب 2 خدا میگه خیلی ها هستن حتی کتاب مقدس رو 2 آیه از توش بلد نیستن، نخوندن، ولی شریعت من در قلب های اونا مهر شده و اونا طبیعتا میدونن باید چیکار کنن. اگر یه نفر رو توی خیابون میبینی احتیاج به کمک داره چی کار میکنی؟ اگر توی کلیسا یکی رو میبینی که به سختی رسیده و مشکل داره، خزانه بد خودت رو روشن میکنی، مشعلهای
پر از دود خودت رو روشن میکنی، داوریش میکنی و او رو به خاک سیاه مینشونی، یا اینکه مشعل نیکوکاری برکت درونت رو، ملکوت رو روشن میکنی و او رو با حرفات تسلی میدی. چند تا پیغام فرستادین اسمس برای دختر ما که پدرش مادرش فوت کرده، به سر زدین، پیغام دادین، زنگ زدین، تسلیه. مادرش مرده، اون الان احتیاج داره که مردم بگن روحش شاد، روحش آرامش باشه، در آرامش خدا باشه. نکردین بکنین. سالها بچه های همه ما رو اینجا خدمت کرد، سالها بچه های هممون رو خدمت کرد. کدوم نیکوکاری؟ الان زمان عمله برای اون. مهراسایی رو میگم، یه تماس کوچولو، 3 دقیقه، یه زنگ، نمیتونی بری، یه زنگ. عزیز دلم، روح مادر رو در نام عیسی مسیح به دستان مسیح خداوند میدم. سختت زنگ بزنی، یه اسمس بده. خدا میگه نیکوکاری های تو را دیدم و جواب دادم. درسای امروز در مورد این بود، خزانه بد و خزانه خوب. افکار ما، اعمال ما بیانگر و نشانه رفتار ما. شروع کنیم به عمل کردن تا خدا ببینه نیکوکاری های من رو. نیکوکاری باشه تا خدا ببینه. پس داره بهمون یاد میده، برای داوری نیست این تعلیم ها. ببینید، ببینید. میدونی یکی از چیزهایی که من تو سالها تجربه کردم، شیطان دروغگوی بزرگه. اولین کاری که میخواد بکنه خانواده روحانی رو از هم بپاشونه. چجوری خانواده روحانی رو میپاشونه؟ به هم فکر نکنین، به هم توجه نکنین، به فکر خودت و جاه طلبی باش فقط. یک دههای خودتون رو به حضور خداوند نیارین، فقط داوری کن، فقط داوری کن. میخوام برم ایتالیا بشارت بدم. قربون هیکلت برم، مردم تو دارن همدیگر پاره میکنن تو ماه محرم، تو میخوای بری ایتالیا بشارت بدی؟ مردم تو بشارت بده. برای اینکه مردم بشارت بدی، اول مثل مسیح زندگی بکن، بعد ردای بشارت رو تنج بکن. تا وقتی که ایمان آوردن نگن وای چه جانورانی اینا. همونطوری که خیلی موقع میگن، میگن مسیحی ها چقدر بشرناکن. راست میگن، دروغ نمیگن. سر میبریم بعضی موقع ها، ماها با آیه هم دیگر رو میکشیم. من متنفرم، من اون کلیسا نمیرم، من این کلیسا میرم، من اون کلیسا. کلیسا صاحبش کیه؟ عیسی مسیح یا آدم؟ اگر عیسی مسیح صاحبشه، عیسی مسیح خدمتت میکنه. چون میگه نیامدم اربابت باشم. عیسی مسیح میگه آمدم تو را خدمت کنم. پس زمان خدمت کردن هم دیگه فرا رسیده. قوم ما رو شیطان از هم پاشونده. شیطان یه دروغگوه. هر کی در مورد یه مسیحی دیگه یه چیزی میگه دروغگوه. دعا میکنیم در این لحظه برای تمام مسیحای فارسی زبان کره زمین، در هر جا که هستن، هر جا که نام عیسی مسیح رو بلند میکنن، جلال و برکت خداوند بر اون کلیسا، بر اون بدن جاری بشه. به من چه اشتباهاتشون، من به کارم برکت دادنه، نه لعنت کردن. روی کوه برکتی، لعنت نباید توی زبانت باشه. عزیزت بر ضد تو بلند شده، تو رو دیگه نمیخواد، تو برکتش بده. اون گاو ماده باشیم در نام عیسی مسیح فیلادلفیا ایران. چون گاو به نام عیسی مسیح، وقتی عهد قدیم رو میخونیم، گاوها چی هن؟ سینی بود در معبد که تمام کاهنا دست خودشون رو بعد توش میشستن. این سینی بر روی 12 تا گاو بود، گاوهایی که شیر میدن، 12 رسول، 12 خادم، 12 کلیسایی که خدمت میکنه. ما قراره اون کلیسای ماده، گاو مادهی باشیم که شیر بده. ما قرار غذا بدیم به گرسنه ها.
پس برای غذا دادن بهترین غذا چیه؟ شیر میخوره، سبزی میخوره، گوشت میخوره، برای که انرژی بگیره، امید بده. نگو نمیشه، میشه. نگو نمیشه، میشه. نگو درست نمیشه، میشه. نگو ایران درست بشو نیست، میشه در نام عیسی مسیح. ایران آزاد خواهد شد در نام عیسی مسیح. تو مشکلت رفع خواهد شد در نام عیسی مسیح. تو پیروز خواهی شد در نام عیسی مسیح. تو برنده خواهی شد در نام عیسی مسیح. تو بلند خواهی شد در نام عیسی مسیح. مزامیر 41 برای توه، برای اینکه ببینی قدم به قدم کجایی. اگر به توبه نرسیدی، وقتش رسیده در نام عیسی مسیح زانوهای توبمون رو بلند کنیم. زانوهای توبمون رو بلند کنیم. چجوری زانوی توبه رو بلند میکنن؟ فرو میاد. زمانش رسیده فرود بیایم جلوی الهیم. زمانش رسیده فروتن بشیم. عیسی مسیح زانو زد و پای شاگردان رو شست. ای پدر توبه میکنم برای همه اشتباهایی که کردم، دانسته یا نادانسته. ای پدر از قوم تو میخوام امروز توبه کنن از اشتباهای دانسته یا نادانسته خودشون. امروز ما ملکوت تو رو از خزانه درون خودمون، از قلبی که عشق و بخشش توشه، امروز اون خزانه نیکو رو میطلبیم در نام عیسی مسیح. ای پدر به نام عیسی مسیح شکرگزاری میکنم برای برکاتی که توی زندگی هممون به ما دادی. همه یه چیزایی که تا به امروز داریم از توه و از طرف تو و از آن توست خداوند. امروز نام تو رو جلال میدم برای کارمون، برای کلیسامون، برای یکی که فرزندان تو، برای خادمینی که با جان و دل کار میکنن، برای هممون که در سختی ها و طوفان تو ما رو نگه داشتی. قایقی هستیم که در طوفان ها و سیلاب ها جاری بود و میخواست قایق رو بشکونه، تو اومدی قایق رو گرفتی و به صخره ها انتقالش دادی. فیلادلفیا ایلام رو بلند کن و دعای ما برای تمام قایق‌ها، تمام کلیساها، فارسی زبان یا از هر زبانی، برکت و حفاظت تو ای پدر در نام عیسی مسیح. در این زمان‌های سخت ما برکت رو می‌طلبیم، ما داوری نمی‌کنیم، ما بخشش رو می‌طلبیم خداوند. ما قلب تو رو، صورت تو رو بر تمام مسیحی ها و فرزندان تو می‌طلبیم به نام عیسی مسیح. ای پدر روی خودت رو بر ما برگردان، نور خودت رو بر صورت ما بتابان، دستای ما رو برکت بده تا بتونیم همه فقیران رو ببینیم. خوشا به حال کسانی که فقیران رو میبینن. ای پدر دنیا در حقارت و فقر داره به سر میبره، مردم در حقارت و فقر دارن زندگی میکنن، تمام اطلاعات اشتباهی که داره به مردم خورونده میشه. ای پدر نمیدونن چی کار میکنن، ببخش. ای پدر نمیدونن چی کار میکنن، ببخش. ای پدر نمیدونن چی کار میکنن، ببخش. ما رو در دستان خودت حفاظت کنه پدر، ما رو در دستان خودت حفاظت کنه خداوند. فرزندان تو هستیم، تو ما رو خواندی، تو ما رو برکت دادی، تو ما رو بلند کن. ای پدر دختر دنیا که از اون ور دنیا از کانادا پیغام میده براش دعای برکت و شفا بکنیم، تو شفای آرامش خودت رو بر دنیا بریز. تو اجازه بده ملکوت تو رو ببینه دختر دنیا، تو اجازه بده ملکوت تو رو ببینن تا امید در ناامیدی دوباره زنده بشه. امید تو رو صدا میکنیم ای خدا من در این دوران ناامیدی، امید تو رو صدا میکنیم، اتحاد امید تو رو میطلبیم بر تک تک فقیران، بر تک تک فرزندانه. تو گفتی ای خداوند کلیسای فیلادلفیا اگر چه از نظر جسمی فقیره، ولی روحانی قوی و پر از برکته. معجزه ها بر ماست، ما ملکوت رو میطلبیم چون میدانیم نان روزانه ما رو همه روز تو به ما عطا خواهی کرد، همونطوری که از روز اول کردی. پس ای پدر من که در آسمانی، ملکوت تو بیاید، اراده تو همان طوری که در آسمان کرده میشه در زمین تک تک ما، در کلیسای فیلادلفیای ایلام، در تمام کلیساهایی که به دست تو بنا شده جاری بشه. قرضهای همه ما رو ببخش، دانسته یا نادانسته،
از روی جهالت و خزانه اشتباه بود. میخوایم خزانه های بد خودمون رو خاموش کنیم. امروز میخوایم اعلام کنیم بعل، ای پیامبران بعل، دیگه نمیتونید روشن کنید مذبح دروغ رو در درون ما. خدایی جز الهیم وجود نداره و تعلیمی جز امید وجود نداره. روشن کن مذبح امید تک تک فرزندانت رو. همون کاری که برای ایلیا کردی برای فیلادلفیا اعلام بکن. در جایی که همه وایستادن و میگن نمیشه، مذبح ما رو روشن کنه پدر، در نام پرجلال خودت. مذبح ناامیدان رو روشن کن، امید رو جایگزین ناامیدی کن. چون باور دارم ما قراره بلند باشیم نه پس، قرض دهنده باشیم نه قرض گیرنده. ما قراره برکت یافته باشیم و برکت نان روزانه ماست و برکت آینده ماست و برکت قوت ماست. برکت در دستان ماست، ملکوت در دستان ماست، ملکوت در دستان ماست، ملکوت در دستان ماست، ملکوت در دستان ماست. ملکوت خیلی نزدیکه. دلتنگی باعث میشه انتخاب صحیح بکنی. دلشوره داری، دلشورهات خاموش کن، به خدا اعتماد کن. اگه دلشوره نشی جاده اعتماد رو نمیتونی انتخاب کنی. به خدا اعتماد کن، به خدا اعتماد کن. اینقدر تصمیم نگیر، خاموش کن مذبحه بعل رو در درونت. خاموش کن، خاموش کن، خاموش کن. فکر میکنی چون تعمید آب گرفتی دیگه مذبحه بعل در تو روشن نیست؟ شیطان از هر طریقی، چه از نام الله، چه از نام زرتشت، چه از نام اهورا، چه از نام دموکراسی، چه از نام هر چیزی که فکرشو بکنی وارد تو میشه. چی میگی؟ تو نمیتونی با شیطان بجنگی، با خدا رفیق باش. خدا شیطان رو برش پیروز میشه و غلبه میکنه. وارد جنگ با شیطان نشو، با خدا رفاقت کن. ما میخوایم رفیق خدا باشیم. خدا میگه میخوای رفیق من باشی؟ میخوای با من رفاقت کنی؟ تا حالا تو رو فرزند صدا میکردم، به تو گفتم پسر من یا دختر منی. امروز پیغام خدا اینه، میخوای رفیق من باشی؟ چون رفیق هیچ چیزی رو از دوست خودش قایم نمی کنه. هر چی که داره مانند پسر و پدر جلوی هم دیگه میگذاره. خدا میگه میخوای رفیق من باشی؟ مذبح بعل رو در درون خودت خاموش کن، خاموشش کن، خاموشش کن. ما میخوایم روغن مصر رو بطلبیم، ما میخوایم روغن شفا رو بطلبیم. روغن شفا بریزه، روغن شفا بریزه. این رو با تمام جانت اعلام کن، با تمام وجودت اعلام کن. روغن شفا. یه زمانی میگفتن که اگر 50 نفر نیاد، 40 نفر نیاد، خب کلیسا مثلا پرستش کنیم. خدا میگه 2-3 یا بیشتر دور هم در نام من، عیسی مسیح میگه بطلبید به شما داده خواهد شد. نشمر، اعتماد کن، نشمر، اعتماد کن. به خدا کارت در خداوند و به خدا در کارت اعتماد کن. در نام عیسی مسیح روحان شفا بریز سما، جسم و جانم را شفا در نام عیسی. Oh, روحن شفا بریز سما، جسم و جانم را شفا در نام عیسی. اعصاب و چوب دستی توست، قوت قلب جانم،
سپره ایمان به دست و شفا را میخواهم. اعصاب و چوب دستی توست قوت قلب و جانم. سپره ایمان به دست و شفا را میخواهم. شفا را میخواهم. شفا را میخواهم. بریز روح شفا، آزاد کن روحم را از اسارت ها. در نام عیسی بریز روح شفا، آزاد کن روحم را از اسارت ها. اعصاب و چوب دستی توست قوت قلب و جان. سپره ایمان به دست و شفا را میخواهم. اعصاب و چوب دستی توست قوت قلب و جان. سپره ایمان به دست و